110 سال پیش در چنین روزی ارتش تزار شوروی به دلیل برخ اتفاقها و اختلافهای سیاسی با دولت وقت ایران حرم متحر و منور علی ابن موسرزا علیه السلام را مورد حمله توبخانهی قرار دادند و بخشهایی از این مکان مقدس را ویران کردند. علی اکبری گزارش می دهد. یکی از مهمترین حوادثی که در طول تاریخ حرم متحر امام رضا علیه السلام با آن روبرو شده واقعه به توب بستن گنبد متحر رضوی است اتفاقی که اگر در کنار دیگر وقایع تاریخی حمله به این حرم مقدس قرار گیرد شاید باید آن را در سطر فجایع رخ داده از نظر آسیب به این بنای مقدس و شهادت زائران آن حضرت قرار داد نوروز که شمسی مصادف با ربیع سانیه 1330 قمری ارتش دولت وقت شوروی با هدف تحریک احساسات مذهبی مردم متدین ایران راهی شهر مقدس مشهد شده و حرم متحر امام رضا علیه السلام را با توپ مورد حمله قرار دادند ماجرا از این قرار بود که دو ساعت مانده به غروب صدای توپ روسی مناجات زائران حرم رضوی را قطع کرد سربازان روسی که با ماشین های مسلسل دار به سمت سحن مقدس می آمدن، از چند ناحیه به سوی حرم تیراندازی اندازی کرده بودند بعد از تشکیل جاندارمری مخصوص خزانداری کل ایران توسط مورگان شستر آمریکایی دولت روسیه که این اقدام را مخالفت مساله خود در ایران می دانست در التیماتومی به دولت ایران خواستار اخراج شستر از ایران شد اما دولت وقت ایران مخالفت کرد و در نهایت جریان به حمله به حرم امام رضا علیه السلام منتهی شد البته برخی منابع تاریخی دلیل به توپ بستن این حرم متحر را اختشاشات مردم علیه روسها میدانند دلیل اقدام ضد دینی و وحشیان روسها هرچه باشد آنچه حائز اهمیت است این است که متاسفانه همواره در طول تاریخ دلایل و رخدادهای مختلف سیاسی وجود داشته که موجب آسیب رساندن به مسائل و موضوعات دینی و مذهبی شده است.